سرشماری سراسری آمریکا. ایرانی بنویس ایرانی. معاشرت هایی که ترک نمی شود. ایرانی ها و کرونا پارتی. و سریال پایتخت باز جنجال آفرید. رئیس صدا و سیما دستور داد دلیل شباهت بخشی از آن با دو فیلم قبل از انقلاب بررسی شود. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. مهلت شرکت در سرشماری سراسری آمریکا با توجه به بحران کرونا تمدید شد. این سرشماری در مرحله اول با پست و آنلاین انجام می شود و سپس با مراجعه سرشماران به همه خانه هایی که پاسخ ندادند تکمیل خواهد شد. امسال تعدادی از فعالان جامعه ایرانی آمریکا هم کمپینی راه انداختند تا اقلیت ایرانی را تشویق به شرکت در این سرشماری و قید تبار ایرانیشان بکنند. آنها میگویند مشخص شدن تعداد دقیق ایرانی تباران در آمریکا مزایای زیادی برای این اقلیت دارد. جزئیات بیشتر از بهمن کلباسی از نیویورک. 9 ماه پیش بود که سرشماری هر 10 سال در آمریکا به یک دعوای سیاسی تبدیل شد و به طرح شکایت در دیوان عالی و تظاهرات در برابر این دیوان انجامید. مخالفان آقای ترامپ گفتند دولت او قصد دارد با افزودن سؤالی در مورد شهروند بودن یا نبودن در پرسشنامه سرشماری مهاجران را از شرکت در این همه پرسی بترسانند تا از شمار آنها در آمار رسمی ترکیب جمعیتی کشور کاسته شود. قضات دیوان عالی در نهایت به نفع مخالفان ترامپ رأی دادند و هر گونه پرسشی در مورد شهروندی را حذف کردند. حالا در سکوت روزهای کرونا مرحله اول سرشماری که با پست یا آنلاین انجام می شود رسما آغاز شده و همزمان کمپین تعدادی از ایرانیان آمریکا برای شمرده شدن به عنوان ایرانی تبار هم کلید خورده. سرشماری سال 2020 آمریکا در راهه. از جمله چند نفر از هنرمندان جامعه ایرانی آمریکا که ایرانیان را تشویق می کنند در پاسخ به سوال 9 پرسشنامه بنویسند ایرانی یا ایرانی آمریکایی. سوال شماره 9، یکی از گزینه‌ها را انتخاب کن. بنویس ایرانیان. بیتا مصطفی، رئیس اداره مهاجرت شهرداری نیویورک میگوید مشخص شدن اینکه چند ایرانی تبار در آمریکا زندگی می‌کنند فواید متعددی برای این اقلیت در آمریکا دارد. اگر اشکالی نداره، فارسیم خیلی خوب نیست، به انگلیسی میگم. هر 10 سال یک بار بر اساس قانون اساسی سرشماری سراسری در آمریکا انجام میشه تا همه شمرده بشن. این خیلی مهمه چون اختصاص بودجه به هر ایالت یا شهر برای آموزش تا میزان سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و خدمات درمانی بر اساس جمعیت هر منطقه انجام میشه. اینکه هر ایالت چند نماینده در مجلس داشته باشه هم به آمار سرشماری بستگی داره. وقتی آمار رسمی نشون میده که تعداد ایرانیان چقدره، سبب میشه این نمایندگان به نیازهای اقلیت بیشتر توجه کنند. حتی بر رفتار ادارات دولتی تاثیر میذاره. از ترجمه مکاتبات اطلاعیه‌هاشون به فارسی تا گرامیداشت عید نوروز در مدارس، همه بر اساس آمار سرشماری انجام میشه. برای همین از بودجه تا نفوذ اجتماعی و سیاسی میتونه به نوشتن در سرشماری که ایرانی هستند تاثیر بگذاره. همزمان بعضی ها در اقلیت ایرانی مقاومت میکنن و میگن که ترجیح میدن اون انتخاب بکنن که سفید پوست هستن و ننویسن که ایرانیان، به خاطر اینکه نگرانن که دولت ترامپ سختگیری بکنه یا آزار اذیتی رو در پی داشته باشه. چقدر این نگرانی ها بجاست؟ You know, we're in a moment in time where there's a lot of mistrust and misinformation that's coming out of the federal administration here in our country. بله، ما در شرایطی هستیم که مهاجران به دولت فدرال اعتماد ندارند و دولت ترامپ هم اطلاعات غلط زیادی منتشر میکنه. تلاششون برای افزودن پرسشی در مورد شهروندی افراد در سرشماری نمونه خوبی بود که قضات دیوان عالی به شکایت ما و دیگران جلوش رو گرفتن. با این همه اصلا نباید نگران بود چون قوانین اجازه هیچ سوء استفاده‌ای رو نمیده.
و ریز اطلاعات سرشماری در اختیار اداره مهاجرت یا پلیس یا هیچ دستگاهی قرار نمیگیره و فقط اعداد و نه اطلاعات شخصی افراد در اختیار عموم قرار میگیره. چه شهروند آمریکا باشید، چه گرین کارت داشته باشید، چه ویزای کار یا دانشجویی داشته باشید. شرکت در سرشماری و نوشتن ایرانی بودن هیچ تأثیر منفی بر شما یا پرونده مهاجرت شما نداره. فعالان این کمپین یک وبسایت هم برای تشویق و اطمینان دادن به ایرانیان آمریکا با هدف ثبت تبار ایرانیشان در فرم سرشماری راه انداختند. بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب در لس آنجلس، یکی از آنهاست. وقتی ما اعلام میکنیم ایرانی هستیم و یک مجموعه ایرانی ها رو با توجه به تعدادشون متوجه میشن امریکایی ها یا سازمان های امریکایی که این تعداد ایرانی به طور رسمی در امریکا وجود دارن و دیگه اون آمارهای غیر رسمی مورد استفاده قرار نمیگیره و همه اتکا میکنن به این آمارهای رسمی، اون وقتی که بسیار شرایط خاصی برای جامعه ایرانی هم قائل میشن، مثلا بهبود وضعیت شغلی، ورود به دانشگاه هاست، موقعیت در گرفتن وام برای دانشجویان. خدمت شما عرض کنم که دریافت امتیاز برای کمک‌های مالی، خیلی مهمتر نفوذ سیاسی. اگر ما نشون بدیم که جامعه ایرانی تعدادشون چیه، مجموع امتیازهایی که امیدوارند تعداد بیشتری از ایرانیان آمریکا را قانع به مشارکت در سرشماری و وارد کردن تبارشان کند. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک. طی 70 روز اخیر بیش از 7200 نفری که از خارج به تاجیکستان آمدند به ظن ابتلا به ویروس کرونا قرنطینه شدند. حالا بیش از 2000 نفر از آنها همچنان در قرنطینه هستند. مسئولان بهداشتی تاجیکستان میگویند در این مدت حدود 3000 آزمایش کرونا از افراد گرفته شده و هیچ موردی از ابتلا به این ویروس شناسایی نشده است. جزئیات بیشتر از خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه. شیوع کرونا در چین این جوان را مجبور کرد تحصیل در این کشور را نیمه کاره گذاشته به تاجیکستان بازگردد. او یکی از 5243 نفری هست که تا حالا به احتمال ابتلا به کرونا 2 هفته را در قرنطینه گذرانده و مرخص شدند، کاری که به منفیت خود و دیگران می داند. مثلا یکان کسلی را از آنجا آورده باشیم، برای خودمون هم ضرر، برای اویله خود، برای دولت خود ضرر میرسوند. برای همون خیلی خوشحال هستیم که اومدیم 14 روز در همجا بیستری شدیم و فهمیدیم که یکان کسلی گریفتار نیستیم. ماهیر از شرایط قرنطینه در بیمارستان عفونی زرافشان در شهر دوشنبه راضی به نظر میرسد. هرچند ایده دیگر در شبکه‌های اجتماعی از شرایط قرنطینه در برخی مکان‌ها انتقاد کردند. مجتمع بهداشتی استقلال در شهر دوشنبه اینجا را برای افراد آماده کردند که در صورت بروز بیماری کووید 19 در تاجیکستان قرنطینه خواهند شد. با گفته مسئولانش این مجتمع بهداشتی با لوازم و دستگاه‌های پزشکی برای مراقبت از 700 بیمار تامین است. تنها آزمایشگاه ویروس شناسی در تاجیکستان. اخیراً با کمک سازمان بهداشت جهانی 8 ویروس شناس محلی برای تشخیص دقیق کرونا در مسکو آموزش دیدند. در 2 ماه گذشته نزدیک 3000 آزمایش کرونا از افراد گرفته شده و نتیجه همه آنها منفی بوده است. نسیم عالمزاده وزیر بهداشت تاجیکستان در گفتگو با سایت خبری پرس تیجی در این باره گفت 22 شخصی که گمانبر با کرونا ویروس بود در آزمایشگاه ما به طور منفی بودند. نمونه های آدم را گرفته به شهر لندن روان کردم برای مقایسه. خوشبختانه در شهر لندن هم راست برآمد که در حقیقت کرونا ویروس ندارد. بعدن با 9 نفر دیگر همه خل تشکیل تیم جان تداشتی به شهر مسفا روان کرد برای مقایسه کردن که کنی ببینیم که چقدر تشخیص بشود کرونا ویروس. اون نمونه هایی که ما بودیم به طور منفی بود، او هم جواب داد که منفی است. تاجیکستان از معدود کشورهای دنیا است که تا حالا هیچ موردی ابتلا به کرونا را شناسایی نکرده است، اما خود را
برای مقابله با شیوع احتمالی این ویروس آماده می کند. با توجه به زیربنای ضعیف بهداشتی خود و شیوع احتمالی کرونا، تاجیکستان برای مبارزه با این ویروس از جامعه جهانی کمک خواسته است. امروز ازبکستان و تاجیکستان 1000 تن آرد و 100 تن دارو و لوازم بهداشتی کمک کرد. از این پیشتر بانک جهانی برای پیشگیری و تقویت آمادگی برای مقابله با کرونا و تاجیکستان بیش از 11 میلیون دلار کمک کرده بود. با باور بسیار، حالا مهمترین مسئله استفاده مؤثر از این کمک ها و رساندن آنها به دست افراد واقعا نیازمند است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. در این روزها که بسیاری در خانه ها ماندند و به اصطلاح معاشرت کردن را فعلا کنار گذاشتند، کمتر کسی است که دلش برای مهمانی، دوره همی ها و پرسه زدن ها تنگ نشده باشد. اما آنطور که علی همدانی در گزارشش میگوید، ظاهرا در ایران برخی راه در روهایی هم پیدا کردند که لزوما مطمئن نیست. پارتی های مجازی به خصوص در غرب بسیار باب شده. مهمانی هایی که هر کس در خانه خود میماند و از طریق اینترنت با دوستان خود دور همی های مجازی تشکیل میدهد. یکی موسیقی میگذارد و دیگری آن طرف خط میرقصد. در عصر فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت گرد همایی، ماه شعبان هم که هست از کجا معلوم؟ شاید مهمان ویژه‌ای داریم. در ایران اما ظاهرا جریان کمی فرق میکنه. توصیه بر فاصله گذاری اجتماعی است، اما نه به سفت و سختی بسیاری از نقاط دنیا. حکومت که مراسم مذهبی و دولتی را تبلیغ میکند، این روزها خلاق‌تر از همیشه. عید است، عید. این تلویزیون ایران امروز که خبر میدهد در شب تولد امام آخر شیعیان، آن دسته که عاشقان او میخواند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی کارنوال مذهبی را انداختند. یا این یکی با تعطیلی اماکن مذهبی مانند آرامگاه امام هشتم شیعیان، آستان قدس رضوی تعطیل نشده. مداحانش به بیمارستان ها رفتند تا برای بیمارها دعاهای مخصوص آن آرامگاه را حضوری برگزار کنند و غذای نذری بدهند. اما در تاریکی شبهای تهران، ابهام درباره فاصله گذاری اجتماعی اوج میگیرد، به ویژه در میان آن قشر که به حرفهای حکومت اعتماد ندارند، نه آمارش نه توصیه هایش. تاریکی شبهای تهران هنوز شلوغ، کوچه هایش پر قصه. اگر شما نیز همچون ما حوصله‌تان سر رفته است، به بالکن های خود آمده بگید که ما شروع کنیم. جان گلپا، بله، یه آهنگ از گلپا میذاریم برای حاج آقا طبق هشتم باید صدر است. جوانهایی که هنوز مهمانی میگیرند که هم به خودشان خوش بگذرد هم به همسایه ها. واقعا با یه سری از دوستامون که حالا من آمارشون رو داشتیم، همدیگر میدونستیم، در جریان بودیم که مشکلی ندارن، خب جمع شدیم یه مهمونی کوچیک هم گرفتیم، حالا یه درینک زدیم و یه ذره خندیدیم و رقصیدیم و کاری که حالا کردیم این بود که چند نفرمون چون میشناختیم کسی رو که میومد دم خونه و تست کرونا میگرفت، دیگه اومد از همون تست گرفت و ما خیالمون راحت شد که دیگه مثلا کرونا نداریم، دیگه خودمون اکیپی که میشناختیم با هم دیگه جمع شدیم. یا این یکی، جشن تولدی که در تدارکش کرونا هم نقش داشته. اگر راه انداختن یک جشن تولد قبلا به تدارک سوروسات مهمانی ختم میشد، حالا برای بعضی یک بخش دیگر هم دارد، تست کرونا. به صورت خانوادگی میخواستیم که بعد از یه مدتی دور هم جمع بشیم و یه جشن تولدی داشتیم. در نتیجه یکی رو پیدا کردیم که میومد و تست کرونا میگرفت. این آقا اومدن و تست دو مرحله‌ای خون و PCR از ما گرفتن که میگفتن دستگاهاش هم آلمانیه و خیلی مطمئنه. بعد از اینکه جواب تست برای همون منفی شد، بعد همه دور هم جمع شدیم و مهمونیمون رو گرفتیم. در روزگار کمبود کیت‌های آزمایشگاهی و ابزار تست کرونا، تست‌های خصوصی در ایران باب شده.
میای منزل انجام میدیم، اما جوابدهیش یک روز بعد صبح بیایم تا قبل ساعت 10 همون روز جواب میدیم. اگر تو طول روز بعد از ساعت 10 صبح بیایم هر جا انجام بدیم میره برای فرداش جوابدهیش. روزانه حداقل توی منازل 5 تا، بعضی موقع 8 تا، بعضی موقع 10 تا خصوصی میرم انجام میدم با دستمزد خودم 850 تا. حرف و حدیث درباره صحت این آزمایش‌های خصوصی زیاد است، خصوصا اینکه مدت زمان آزمایش طولانی تر از آنی است که حالا شنیدید. به فرض درست بودن شیوه کار، آزمایشی که چند قبل گرفته شده چطور میتواند امروز ضامن سلامت فرد باشد؟ یا در جریان آمد و شد به یکی از همین مهمانی‌ها فرد به این ویروس بسیار مصری مبتلا نشود؟ توصیه در همه جای جهان همین است: مهمانی گرفتن فعلا قدغن. علی همدانی، بی بی سی. کرونا در ایران فقط رفت آمد و کسب و کار مردم را مختل نکرده، به سرگرمی آنها هم لطمه زده. میلیون ها ایرانی که شبهای عید به تماشای سریال پایتخت می نشستند، به دلیل شیوع کرونا موفق نشدند قسمت های پایانی سریال را ببینند، چون ساخت سریال متوقف شد. اما آنچه که توانستند ببینند هم برای خود داستانی شده، از سانسور گرفته تا سکانس پایانی سریال که خیلی ها را نیم قرن به عقب برد و مسئولان تلویزیون را نگران کرد. جزئیات بیشتر از مهرزاد کهنروز. این چی میگه؟ بابا چرا حرف علکی میزنی؟ بابا زنگ زد قشمش نکنید. در شما خانم بازگشت پرطرفدارترین سریال ایرانی به تلویزیون. ساکت باشید، من این مرده زندهش هیکی کنم. جان داداش امر نادی جان همزمان با بازگشت چهره گم شده این سریال، بهبود جنگلبان. ایرانی ها خوشحالند 10 سال با پایتخت. چی شد آجی؟ هم عید است، هم هر شب 50 دقیقه میخندند. اما میهمانی ناخوانده همه محاسبات را به هم ریخت. کرونا، چه مصیبتی از این بزرگتر؟ مردم ناراحت پایان بدون نتیجه سریال، مقام ها نگران سکانس پلان آخر. منتقدان میگویند بخشی از قسمت پایانی سریال پایتخت 6 از 2 فیلم فارسی قبل از انقلاب کپی برداری شده. همسفر و ممل آمریکایی. رئیس سازمان صدا و سیما فوراً وارد عمل شد و میگوید باید مشخص شود این اقدام حاصل اشتباه و بی‌توجهی است یا فتنه انگیزی ستون 5 فرهنگی دشمن. همزمان رئیس سابق سازمان بسیج به ادبیات خود به رئیس سازمان صدا و سیما گفته عین تذهبون. او از آقای علی عسکری می‌پرسد خود قضاوت کنید وضعیت فعلی رسانه چیست و کجاست؟ معمولی؟ جانم شناختی منه؟ نه خیر. شما؟ من معمولی هستم. نه، منظورم اینه که معمولی بزنم یا سوپر بزنم. آها، سوپر بزن. این سکانسی از قسمت اول سریال. مکملم بریزن؟ مکمل خیر. شروع با طعنه سنگین به حسن روحانی رئیس جمهوری. چقدر میشه؟ میشه 210,000. 200؟ آها، بنزین چیه مگه چقدر شده عزیز من؟ مثل که توی مملکت زندگی نمیکنی. بنزین شد 3,000 تومان. تازه سوپر هم میخوای بزنی؟ من تازه صبح جمعه فهمیدم این شده لیتری 3,000 تومان. این نقیه معمولی است، شخصیت اصلی و محوری داستان. هر حرفی داری، سخنی داری، چیزی میخوای بگی، فقط داداش رو کاغذی چیزی بنویس. من شفای چیزی قبول نمیکنم. من میرم برمیگردم، دفعه دیگه که خواستم بنزین بزنم تو رو تقدیم میکنم جواب. در نظر منتقدان نقش یک مدعی پر ادعای هیچ کار و فرصت طلب را بازی میکند. او همچنین راننده نماینده مجلسی است. جانم در نظر منتقدان بی ارزه و منفعل. هفته ای نبوده که دستان در کارون پایتخت از سانسور شکایت نکنند.
انتقادها از نحوه پردازش قسمت آخر حالا جریان را به کل عوض کرده. دو شب است پشت صحنه قول داده شده پخش نمی شود. مسئولان دنبال ستون پنجم و فتنه‌گران فرهنگی، عوامل تولید اما به دنبال افزایش مخاطب با نقب زدن به فیلم های پر بیننده قبل از انقلاب. لامپ موتور تو روشن کردی؟ باتری تموم نکنه ما اینجا زمین گیر شیم. ترس کردم یه لحظه. کرونا فعلا تولید بخش‌های پایانی را در راند 15 متوقف کرده، اما کشمکش میان صدا و سیما، دست‌اندرکاران، منتقدان و بینندگان تازه وارد راند اول شده. مرزاد کوهنوز، بی بی سی. یکی از بزرگترین مجموعه آثار اندی وارهول، هنرمند آمریکایی و غول هنر پاپ، در لندن به نمایش گذاشته شد. بسیاری از این آثار از گوشه و کنار دنیا از موزه ها و صاحبان خصوصی آنها به عاریت گرفته شده. در اولین نمایش بزرگ آثار او در لندن طی نزدیک به 20 سال، کسرا ناجی به دیدن این نمایشگاه رفت. بعضی از کارهای اندی وارهول در موزه تیت مدرن در لندن، نمایشی که هفته پیش افتتاح شد. نزدیک به 100 اثر از اندی وارهول اینجا در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. نمایشگاهی که سازمان دادنش حدود 4 سال طول کشیده. این بزرگترین نمایشگاه آثار اندی وارهول هست در لندن طی 18 سال گذشته. اندی وارهول غول هنر پاپ هست. هنر برای مردم. این نقاشی است از خودش. میگفت میخواهد نقاشیاش را همه بپسندند، بدون آنکه زیاد درباره‌شان فکر کنند. میگفت آدمی است عمیقاً سطحی. این طرحی از لنین، طرحی از افراد مشهور با استفاده از روش سیلک سکرین یا چاپ سیلک، سبک مورد علاقه اوست. البته با رنگ‌های تند در چند نسخه متفاوت. طرحهایی از قوطی‌های سوپ کنسروی کمبل یا بطری‌های کوکاکولا از معروف‌ترین نقاشی‌های اوست. او می‌گفت نکته جالب درباره فرهنگ مصرفی آمریکا این است که اغلب ثروتمندترین اشخاص همان چیزی را استفاده می‌کنند که فقیرترین افراد، مثل کوکاکولا. او کسی بود که می‌خواست مردم عادی به هنرش دسترسی داشته باشند و اون رو بفهمند. می‌خواست هنری تولید کنه که همه بتونن با اون رابطه برقرار کنن. برای همین بود که چیزهایی رو مثل قوطی سوپ کمبل و بطری کوکاکولا نقاشی میکرد، مثل مرلین مونرو یا جکی کندی، کاری که شاید دیگران نمیکردن. در سال 1965 اندی وارهول در اوج خلاقیتش تصمیم گرفت نقاشی رو کنار بگذارد و به ساخت فیلم و مجسمه سازی رو بیاورد. این یکی از کارهای او از آن هنگام، چیدمانی از بادکنک‌های نقره‌ای رنگ با گاز هلیوم. او می‌خواست در گالری تماشاگران با این چیدمان در ارتباط باشند. ابداعی در مجسمه‌سازی با کمترین دستمایه‌ها که او مد کرد. این نقاشی از میک جگر، خواننده گروه رولینگ استونز. او جلد 2 آلبوم این گروه را برای آنها طراحی کرد. اندی وارهول در اواخر دهه 1960 به فیلم هم رو آورد. فیلم های اوانگارد که همزمان بر چند دیوار به نمایش گذاشته شد. این بخشی در ارتباط با گروه ولوت آندرگراند. چیزی که خواننده گروه لو رید از آن به شدت انتقاد کرد و گفت فیلمی است برای آدم های عجیب و غریب. اندی وارهول با ایران هم بیگانه نبود. به ایران سفر کرد و مهمان شاه و ملکه بود و تصاویری هم از آنها نقاشی کرد.
و از اشرف خواهرش. اگرچه این نقاشی ها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته نشده. کارهای اندی وارهول را کمتر کسی است که نپسندد. رنگ های تند و کپی های متفاوت از یک اثر با رنگ های مختلف و قشنگ حس بینایی را تحریک می کند. با سوژه های آشنا برای همه. کاسترونجی، گالری تیت مدرن، لندن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.